شیخ حسن کاظمینی از همینا بود، عاشق سوخته دائم متوسل، هر روز جمعه لباس احرام می‌پوشید، شمشیر به کمرش می‌بست. اینا نمادهای انتظاره، حالا حتما لازم نیست، ولی اون ابراز حالات درونی، یکیش عشقه، یکیش ناله است، یکی شرکت در جلسه است، یکی روز جمعه کوهی بری، این شمشیری دست بگیر و آقا جان یا صاحب زمانی بگیر، چه تا جوانات، چه تا نوه نویرات بفهمن امام زمانی هست، یه بابای منتظری، یه پدر بزرگ منتظری هست، چه تا پدر بزرگا با هم جمع بشن، روزای جمعه با اون پیرمردیشون شمشیر بازی کنن، نوه ها و بچه ها تماشا کنن تا بفهمن بوی انتظار چیه، مفهوم انتظار چیه. این حالات اینجوری داشت، شوخه عاشق. گفت یک روز، روز جمعه بود، در مغازم چیزی هم نمیفروختم، فقط نشسته بودم منتظر. رفتم تو جمعیت بازار کاظمین، سه تا جوان نورانی خوش ایمان، از اونان که نگاه میکنی دلتو میبرن، از جذبه و حیبتشون فهمیدم اینا عادی نیستن. گفتم خدایا اگر اینا امام زمان منه، اگر این دوتا از یارانشن، اینا بیان در مغازه من، با من دو کلمه حرف بزن. همچه این سود و گداز من که اظهار شد، رفتم به طرف مغازه من را افتادم، آمدم جلو. یه جنس عطری مثلا گلگاه زبون چیز رو گفتم داری؟ با این که من به هیچ دست جنسی نمی گفتم، روز جمعه گفتم آره چایش الان میرم. یه عصای دست اون جوانی که بین این دوتا یار بود دستش بود، اون عصا رو گذاشت رو میز من، فرمود جنس رو برای ما بیار. رفتم آقای مغازه کشیدم و وضع کردم، آوردم جلو جان بیستن، اما عصایشون جا مونده مونده. در آن حال دم یه مریض از بالای پشت بام افتاده بود زمین، غرق در خون، مجبور دکترم جوابش کرده، رو برانکار که داشتن دارن میبرن حرم موسی بن جعفر بهش متعهد متوسلش کنن، شاید شفا بگیره، استخوان‌ها شکسته، مجروح غرق در خونه، راه دیگه‌ای ندارن، فقط برای توسل دارن طرف صحن مطهر موسی بن جعفر میبرن. من صدایشون دادم، گفتم بیاریدش اینجا، مریض رو بیارید اینجا، این شکسته یه زمین خورده، این مجروح رو بیارید اینجا، خون از سر رو روش میگه. یه نیمکتی تو مغازی من، گفتم بخوابونو دیش اینجا. در کل نماز خوندم، گفتم خدایا علی اصحای امام زمانه، من این اصحا رو به قد و قامت این جوان مریض شکسته استخوان مجروح میکشن، اگه خوب شد میدامم تا امروز یه لطف خاصی به من کردیم. آقا همچی اصحاب که کشیدم و اعضای جوان مجروح تمام زخمها التیام پیدا کرد، این استخوانها به هم دیگه جوش خورد، این جوان از جا بلند شد، به هوش آمد، شروع کرد دویدن، جمعیت فریاد میزدن و گریه میکردن، دنبال صلوات میفرستادن، منم دیگه دیوونه شدم، دیوانه از این که میسوختم چرا آمدن در مغازه من، اعضایشون هم اونجا جا گذاشتن، من نفهمیدم چرا دامن اینجور نگرفتم، چرا نسوختم و نگفتم، یاوری ناله میزنم، یاوری منتظر چنین روزیم، چرا منفذ نشدم، انقدر منقلب الحال شدم که وسط بازار کاظمه فریاد زدم مردم بیایید جنسای مغازه من همه رو ببرید برای سلامتی مولا به جلوی گردن، یا الله جوونا بسوزید در مرازش، جوونا خوب ارواحی دارید، خوب آقایی دارید. گفت بعد مدتی اومدم مشهد، مجاور قبر ابوالحسن علی بن موسی رضا شدم، به عشقی که شاید یه روز بیاد در حرم جدش امام رضا، دم در صحن میرفتم به ساعت میکردم، اما مرد روزیم باشه هم شاید یه بار یه نگاه بهم بکنه، اونقدر شیفته بودم که هر سید خوش سیمایی رو که میدان میدیدم دنبالش را میافتادم، صداش میزدم، پهلو به ساتم میشوندم، میگفتم براش چایی بیارم، پذیرایی کردم، بعد آهسته میگفتم آقا
شما خبر از امام زمان من ندارید. فرمایم و جمع کردم که الفکه دهیه کردم، یه خونه دهیه کنم برا خودم، به زحمت با رنگ سیاه اینا رو دهیه کردم. یه روز رفتم تو حرم امام رضا، دیدم یه سیدی صورتش رو به ذریعه امام رضا زدن، زار میزنه گریه میکنه، نه گریه یا آدی میسوزد که امام رضا دیگه خسته شدم، امام رضا دیگه تحمل ندارم، آقا جان دیگه بسم آقا. دلم برش سوخ، رفتم جلو گفتم چه دیگه زار میزنی گریه میکنی؟ گفت من عمری مستاجرم، هر سال یه جایی رو قد یعنی خونه رو خونه رفتم خسته شدم، امروز دیگه نتونستم داغر میارم، اومدم به امام رضا بگم آقا دیگه دست تا که. گفتم سید یه معامله با من بکنی. گفت من چیزی ندارم که معامله کنم. گفتم من میدونم تو داری، اگه قبول داشته باشی دارایی خودتو، من حاضرم باید معامله کنم. گفت چیه؟ گفتم من معتقدم هر سجدی تو بهش خونه داره، حاضری خونه بهشتی تو به من بفروشی پولش رو الان بگیری؟ سید نگاهی به من کرد، قد و قامت من رو دید. حالا شاید هم با خودش گفته این شیخ خونه چه حرفی میزنه. گفتم من حاضرم چهل سکه دهیه کردم، یه خونه برا زن و بچه خودم بخرم، همین رو میدم تو، برو برا زن و بچه الان یه خونه بخر، من خودم مستأجری رو قبول میکنم، تحمل میکنم، خونه بهشتی تو باید قلابه کن به من بفروش. سید گفت باشه قبول میکنم، تو حرم امام رضا یه قلابه نمیشتی فروخ این سجد خونه بهشتی خودشو به شیخ حسن کاظمینی به مبلغ 40 سکه طلا، امضا کردیم شاهدم امام رضا گرفت. سلام خدا بدم حاضری تو معامله بکنی؟ بله بود، هستی خودت خونه نداشته باشی، پولشو تهیه کنی، کاری سیدی رو نامنده بی. یک روز همینطور دیدم در صحن نشسته بودم، یه جوان بلند بالا به من نزدیک شد، سلام کرد، گفت شیخ حسن چه اینجور گریه میکنی هر روز؟ چرا اینقدر یا ابن الحسن یا ابن الحسن؟ با آقا چی کار داری؟ گفتم آقا شما امام زمانی فرمود؟ نه، ولی آقا من رو فرستاده از تو بپرسم دلجویی کنم، بدونی آقا حالات تو میبینه، سوز و گداز تو میبینه، اشکای چشم تو میبینه، دختر جوان پسر جوونا و وقتی که سر تو به دیوار میگاری و زار زار گریه میکنی، و موقعی که نیمه شب صورت تو رو خاک میگذاری یا ابن الحسن میگی یا صاحب الزمانی. خدا تماشا میکنه، اگه چشم تو باز کنی بتونی ببینی، میبینی آقا به گریه تو داره گریه میکنه، به غم تو غمگینه. سیدی 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 Oh!
گفتم من شهادت دارم از آقا، اول میخوام ببینم من با ایمان از دنیا میرم یا نه، دوم میخوام ببینم این معامله ای که با اون سید کردم آیا درسته یا نه، آیا آقا قبول کرده آیا امضا کرده یا نه، سوم میخوام بدونم کی میمیرم. گفت میپرسم برام خبر میارم. یه هفته بعد دوباره این جوان پیدا شد، گفت شیخ حسن آقا برات سلام فرستادن، فرمودن تو از مؤمنین واقعی هستی از دنیا با ایمان میری، گفتم این معامله ای که کردی با خودمون سندش بازم، اما اینکه کی میخوایی بمیری، یک هفته قبل از مرگت خواب میبینی سه برگرد آسمان بر تو نازل شده، روی یک برگ نوشته شده لا اله الا الله، روی یک برگ نوشته شده محمد رسول الله، رو برگ سومم نوشته شده علی جن امیر المؤمنین حقا. این خوابو که ببینی یک هفته بعدش از دنیا میری. من گفت آقا خیلی دوست دارم، مخصوصا برات سلام فرستادم، فرمودن خودمونم میاد به دیدنه. چی میخوای؟ جوونا دنیا شکم و دیدم نیست، یا بیرون این لگن رو رها کن. گفت شب جمعه بود خواب دید سه برگرد آسمان برو نازل شده، از خواب که بیدار شد گفت یک هفته بیشتر مهمون نیستم، به رفقای به دوستاره گفت هرچه میخواید پذیرایی کنید بکنید، هفته آخرمه دیده کسی منو بعد این جمعه نمیبینه. رفقاش باور نمیکردن قابیلش. روز پنجشنبه صبحم حرم امام رضا باز کرده وضو گرفته تا شب تو حرم ما، بعد نماز مغرب و عشا اومد خونه با زن و بچهش بدا کرد، یکی یکی بچه رو بدن گرفت، دامادش دیگه به من گفت شما امشب پیش من بمون من تنها نباشم، هرچی هم باشه مرگ وحشت داره، امشب شب مولوده. دامادش دیگه مشغول راز و نیاز و تلاوت قرآن و نزدیکای سحر یکی دو ساعت مونده به اذان صبح، بلند شد نماز شبش رو خوند، نماز شب که تموم شد تو محرابش تو سجادش نشسته بود داشت تسبیحات دیده دو عالم فاطمه رو می‌خوند، یک وقت دیدم حالش منقلب شد، از جا بلند شد دست رو سینه گذاشت سلام کرد و السلام علیک یا رسول الله، آقا جان خوش آمدی. نشست به زمین، یک وقت دیدم دوباره بلند شد دست رو سینه گذاشت و السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی خوش آمدی آقا، دوباره بلند شد دست رو سینه گذاشت السلام علیک یا فاطمه الزهرا. بیبی جان خوش آمدی ممنونم. یکی یکی ائمه رو بلند شد ای سلام کرد رو زمین نشست تا نوبت به امام زمان که رسید، یه دفعه دیدم مثل یه مرغی که بال و پر بزنه دوید دم در خودش رو درگاه در اندر
سجادش نشوندم لحظاتی گذشت یا دیدم دست رو سینش گذاشت رو به یه نقطه کرد من که چیزی نمیدیدم دست رو سینه گذاشت گفت یا رسول الله اجازه میفرمایید یا امیر المؤمنین آواجون اجازه میدی آقا بیبی جان فاطر جان اجازه میدی به من يا حسن ابن علي اجازه ميدي يا ابا عبد الله حسن جان اجازه ميدي يكي ائمه رو اسم برد و اجازه گرفت یه وقتیم رو به قبر دراز کشید و اوایل سرش کشید تا جلو رفتم دم جان به جان آفرین تسلیم کرده